بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط دو خبر فوری از بدخشان و شهر کابل. قسمت هایی از بدخشان به دست نیروهای مقاومت ملی فتح شد. و در ادامه این گزارش، کمین جبهه مقاومت در شهر کابل دو طالب را کشتند. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را حتما دنبال کنید. وبسایت خبری روزنامه صبح گزارش داده است که شروع جنگ در بدخشان چندین منطقه از کنترل طالبان خارج شد. منابع مردمی در ولایت بدخشان میگویند که قاری وقاص، فرمانده قطعه سرخ طالبان در این ولایت که از مدت به این طرف به جبهه مقاومت ملی پیوسته است، بخشی از ولسوالی تگاب کشم بدخشان را از کنترل طالبان بیرون کرده است. دو منبع به روزنامه صبح کابل گفته که جنگ در بدخشان میان قاری وقاص و طالبان از دو روز به این طرف آغاز شده و در این مدت چندین روستای بدخشان از کنترل طالبان خارج شده است. باید افزود که این مناطق اکنون در اختیار نیروهای جبهه مقاومت ملی به رهبری قاری وقاص می باشد. یکی از منابع گفته است که رهبری طالبان چند روز پیش برای جنگ با قاری وقاص نیرو فرستاده بود، اما حملاتشان در برابر او ناکام ماند. به گفته منابع در حال حاضر این فرمانده پیشین طالبان دست کم 300 جنگجو در اختیار دارد. در همین حال یک منبع دیگر گفته که دلیل اصلی اختلافات میان دو طرف سپرده شدن بخش از معدن طلای بدخشان به شبکه حقانی می باشد. این منبع گفته که قاری وقاص از فرماندهان زیر دست مولای نجیب در تکاب بدخشان است که از ماها به این طرف در کابل در زندان خانگی به سر می برد. گفته می شود که قاری وقاص بعد از یک ماه جنگ با طالبان به گونه رسمی از نیروهای جبهه مقاومت ملی حمایت کرده است. بر اساس گزارش ها اخیراً بخش از معادن طلای بدخشان به شبکه حقانی سپرده شده بود. طالبان تا هنوز در این مورد هیچ چیزی نگفته است. در همین حال یک گزارش بسیار مهم و فوری از شهر کابل، حمله چریکی جبهه مقاومت ملی در کارته نو شهر کابل. در این حمله گفته می شود که دو عضو طالبان کشته شدند. برای جزئیات بیشتر این ویدیو را تا آخر ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. علیم CS1401 گروپ چریکی مقاومت و رهبری احمد مصوب عملیات خود آغاز می کند. خیر خیرتیس باش بچه رو آمدم متوجه باشم آمدم